سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم همیتون جور صحتمند باشین. میگه در سال 1938 یک نشانزن بسیار مشهور کشور هنگری که دو زمان زندگی میکرد بهترین نشانزن کشور شده بود. در تمام مسابقاتی که دو زمان اشتراک کرده بود اول نمبر و بهترین نشانزن کشورش بود. تمام مردم آرزو داشتن، امید داشتن که در مسابقات المپیک وقتی که کرولی اشتراک بکنه حتما مدال طلا را از آن خود می سازد. ولی از قضا در اون سال ای در یکی از قطعات عسکری هم وظیفه داشت. در وقت تمرینات ناگهان بم دستی را می خواست که پرتاب بکنه و بم در دستش انفجار میکنه و دست راستش که بهترین نشان خود توسط دست راست می زد دستش از بین می ره. در تمام کشور ماتم اعلان میشه که ما بهترین نشانزن خود از دست داده، دستش از بین رفته، ما نمیتونیم صاحب مدال طلا به کشور خود شویم در نشانزنی. ما برای کرولی هم فقط دو راه مونده بود که یا باید بشینه گریه کنم، افسوس بخوره و جگرخونی بکنه، و یا است که در پای خود استاد شوه که چی خواهد کرد. زمانی که یک ماه بعد از شبخانه خارج میشه با خود تصمیم میگیره که باید یک کار کرد. با خود تصمیم میگیره، فکر خود، حواس خود جمع میکنه، نه با خاطر دست راست که از دستش رفته، بلکه با خاطر دست چپی که او داشت. بله دوستان عزیز، تصمیم گرفت که دست چپی که حتی نمیتونه نوشته بکنه باید ای را آماده بسازه و بهترین دست نشانزن جهان خواهد شد. تمرینات خود آغاز میکنه، شروع میکنه به تمرینات با دست چپ خود. در سال 1939 در مسابقاتی که در هنگری بود اشتراک میکنه، میره به استادیوم، تمام ورزشکارا همی خود نشانزن ها میای به دیدن ازی، حیران میشه که این حوصله، این آدم ای اومده دیدن ما و ما را میخواد سپورت کنه، حمایت کنه، اینو در آغوش میگیره. ولی کرولی یک قدم بر پسر پای خود میمونه، یک قدم پسر میره و میگه که نه، ما با تشویق شما نامدیم، ما با سپورت شما نامدیم، بلکه آمدیم با شما بجنگم، با شما مسابقه بکنم. آماده باشین، دست چپ من آماده که با شما مسابقه. مسابقات شروع شد. میفهم دوستان کی برنده شد؟ کرولی برنده شد. بهترین نشانزن سال 1939 شد. مسابقاتی که بعد از مسابقات المپیک در 1940 باید در هنگری میشد، همگی آمادگی گرفتن، از قضا جنگ میشه، جنگ جهانی، و این مسابقات کنسل میشه. این باز حواس خود جمع میکنه و با تمرینات خود ادامه میده، با دست چپ خود که در مسابقات 1944 المپیک اشتراک بکنه. در هر کنج دنیا تمرینات آغاز بده، همگی آمادگی میگیره، باز جنگ دوم جهانی میشه و این مسابقات هم کنسل میشه. یا آمادگی میگیره به سال 1948 المپیک، ولی سنش به 38 سال میرسه. در سال 1948 زمانی که مسابقات دایر میشه همه جوان ها از هر نقطه جهان نشانزن ها میای، ولی کلشون تازه کار، جوان و با انرژی میباشه، با فکر تازه میاد، باز اشتراک میگه. میفهمی که برنده میشه؟ بله، کرولی برنده میشه. مدال قهرمانی را از آن خود می سازه با دست چپ خود. در مسابقات المپیک 1950 دوباره اشتراک میکنه. میفهمین که برنده میشه؟ باز هم کرولی برنده میشه و مدال طلا را از آن خود می سازه. و قهرمان دو مرتبه مدال طلای المپیک آن زمان میشه که تا وقت هیچ کس دو مدال از آن خود نساخته. بله دوستان عزیز، قصه کرولی برای ما یک تجربه بسیار خوبی است. میتونیم از این یاد بگیریم که هیچ وقت ناامید نشیم،
هر اون چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته شاید به خیر ما بوده باشه، ولی ناامید شدن، همون که میگه ناامید شیطان است. دست راستش از بین فعال دست چپ خودمو دست خود. هیچ وقت ناامید نشه و با زندگی خود ادامه بده و در پای خود استاد شه. خوش و آرام باشه.